مسئلین عزیز، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که در صحت و عافیت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. درس یا جلسه ششمی ما در رابطه با فیزیولوژی آف مایکروارگانیسم از مضمون مایکروبیولوژی بیسیک می باشه. امیدوار هستم که درس را به وجه احسانش به شما انتقال داده بتونم. پیش از اینکه درس را آغاز بکنیم، طبق منوال می خواهیم که در رابطه با عناوین درس گذشته، عناوین درس جدید ما و لرنینگ ابجکتیو یا اهداف آموزشی درس امروزی سه سلاید را به شما تقدیم بکنم. ما در دو درس گذشته در رابطه با مشخصات باکتریاها که شامل لفاف حجروی، غشای سایتوپلازمیک، دیوار حجروی، تفاوت دیوار حجروی باکتریاهای گرام مثبت و گرام منفی، ساختمان‌های مخصوص، ساختمان‌هایی که صرفاً در گرام مثبت وجود دارد، ساختمان های مخصوص باکتری های گرام منفی که شامل غشای خارجی، لایپوپروتین، مصافی پرپلازمیک بود. و بعد در جلسه آخری ما در رابطه با کپسول، فلاجیل، پیلای، آناتومی و فیزیولوژی از اینها و نحوه تشکیل و دوباره فعال شدن اندوسپور ما جلسات داشتیم. امیدوار هستم جلسات را شما خوانده باشین. درس امروزی ما در رابطه با فیزیولوژی مایکروارگانیسم هاست و عناوینی که قرار است در تای سلاید های بعدی به شما ما تقدیم بکنم، ترکیب بیوشیمیک حجره باکتریایی هست که حجره از چی ساخته شده، تا حالا در رابطه با تاریخچه مایکروارگانیسم ها تصنیف بندیش و مشخصاتش خواندیم. حالا میگیم که از چی ساخته شده، به قسمت های جامد و مایع تقسیم شده، متابولیزم چیست، رشد چی را میگه و باکتری ها از نظر میکانیزم تغذیهشان به چند کاتگوری عمده تقسیم شده، دو بخش عمده فوتوتروف ها و شیموتوتروف ها، انواع اینها را انشاءالله مطالعه خود کردیم. در لابلای متابولیزم باکتری های شیمو هتروتروف یا شیمو ارگانوتروف ها، ما باکتری ها را به اساس نیازمندی و عدم نیازمندیشان با اکسیژن، به اساس تایپ تنفسیشان اونها را تصنیف کرده و بالاخره مراحل متابولیزم همی باکتری هایی که در طبابت مطالعه میشه، مرحله اولش 2, 3, 4, 5 تا مرحله ششم شیره مطالعه خواهد کردیم انشاءالله. لرنینگ ابجکتیو یا اهداف آموزشی درس امروزی ما ای است که وقتی جلسه به اتمام میرسه، شما باید ترکیب بیوشیمیک حجره باکتری را بدانید و ایره بفهمین که یک حجره باکتری به صورت کلی از چند قسمت تشکیل شده و هر قسمت از او را توضیح نمایین. رشد و متابولیزم را تعریف کرده و به اساس میکانیزم تغذیه باکتری ها را تصنیف بندی بکنین. مراحل متابولیزم باکتری های شیم و ارگانوتروف را تشریح کرده بتانین. همچنان باکتری ها را به اساس تایپ تنفسیشان تصنیف بکنین و کاربرد های انزایم های پروکسیدیز، سوپراکساید دیسمیوتیز، کاتالیز و اکسیدیز را هم بفهمید و با او آشنا شوید. خب به عنوان اول ما ترکیبی بیشونی که حجره باکتریایی است، یک حجره یعنی یک باکتری از دو قسمت بزرگ تشکیل شده، قسمت جامد و مایع. قسمت مایعش آب است. آب حالا به دو شکل وجود داره، یا به شکل آزاد که به شکل H2O میتونه در وقت ضرورت آیون های هیدروژن و هیدروکسیل فراهم بسازه، و یا هم به صورت ترکیبی به صورت رابط اشتراکی جزء سایتوپلازم، ساختمانی سایتوپلازم باشه. قسمت جامدش هم باز به دو کاتگوری عمده تقسیم شده، از مواد غیر عضوی که شامل مواد معدنی است، 14% وزن خشک باکتری ها را تشکیل میده، و مواد ارگانیک یا عضوی که شامل پروتین ها، کربوهیدرات ها، لیپید ها و اسید های هستوی یا نکلیک اسید ها میباشه. قسمت مایع، حالا گفتیم که آب به دو شکل وجود داره و فیصدی آب در باکتری ها از 75 تا 85% فرق داره. ایکولای 75% و کرینی باکتریم دیفتری و ویبیو کلورا 85% حجمشان را آب تشکیل میده. و او باکتری هایی که کپسول داره، کپسول مانع تبخیر آب است و حجرات باکتریایی شده، فیصدی آب در نزدشان بلندتر هست. و گفتیم که آب به ترکیبی جزء ساختمانی سایتوپلازم است. آب آزاد دو وظیفه را انجام میده، در وقت ضرورت اگر پارچه شود ایون های هیدروژن و هیدروکسیل فراهم میسازه که در قسمت حفظ و نگهداشت پی اچ نقش عمده داره، و همچنان آب میتونه مولکول های بزرگ شحمیات و پروتین ها را هیدرولیز کنه، اولین مرحله پروسه هضم را اینمی هیدرولیز تشکیل میده. و قسمت جامد هم که مواد غیر عضوی و عضوی است، مواد غیر عضوی عموم مواد منرالی است که فسفرس، سلفر، سدیم، مگنزیم، پتاسیم، کلسیم، آهن، کلورین، منگانیز، زینک، مس و سایر مواد است که 2 تا 14% کتله باکتری ها را تشکیل می دهد. این مواد چی میکنه؟ این مواد یا در حفظ فشار اسموتیک حجره، مثلا سدیم،
و یا هم در قسمت تشکیل اندوسفور باکتری ها مثلا کلسیم، و یا هم در جزء الکترون ترانسپورت چین یا جزء ساختمانی بعضی انزایم هاست مثلا آهن، و یا هم میتونه به صورت بسلا کو انزایم در ترکیب انزایم ها شرکت داشته باشه. مواد عضوی و سلفر و فسفر هم جزء ساختمانی پروتین ها و بعض امین اسید هاست. مواد عضوی به شکل پروتین ها، کربوهیدرات ها، لیپید ها و اسید های هستوی است. پروتین ها را میتونیم در سایتوپلازم، در هسته، در غشای سایتوپلازمیک دریافت بکنیم. هم به شکل پروتین های هستوی یا نکلی پروتین است و هم به صورت ترکیبی با شحم است که او را لایپوپروتین میگیم. و ما شما لایپوپروتین را خواندیم که بیشترین مقادیر پروتین ها را در باکتری های گرام منفی تشکیل میده. کربوهیدرات ها یا قندیات هم 10-28% وزن خشک یا کتله باکتری را تشکیل میده. اینها اکثرا به صورت پلی ساکرایدیک است. میتونه به صورت آزاد و به صورت ترکیبی با پروتین و شحم در دیواره حجره و در کپسول باکتری ها سهم بگیره. اینا دو ساختمان عمده ای که کربوهیدرات دو زیاد به کار رفته، یکی دیواره حجره است که ما شما پپتید گلیکان را خواندیم. اسکلت از او تقریبا ساختمان کربوهیدراتی داشت، اسکلت اولی از او. و همچنان کپسول اکثریت مطلق باکتری ها از پلی ساکرایدی ساخته شده. و باکتری هایی که ذخایر قندی داشته باشند میتونن قندیات را به صورت گلیکوژن و یا نشایسته ذخیره کنند. شحمیات یا لپید ها هم اگر ذخایر یا حجرات شحمی داشته باشد 40% وزن خشکشان تشکیل می تواند، اگر نداشته باشد 10%. شحم هم به شکل آزاد، خونسا و به صورت ترکیبی وجود داره و جایی که شحم زیاد به مصرف رسیده اون مو غشای سایتوپلازمیک و دیوار حجروی باکتری هاست. اسید های هستوی 10-13% پروتین های 10-13% وزن خشک باکتری را تشکیل می تواند، 10% آر ان ای، در حدود 3-4% دی ان ای می باشد. حالا متابولیسم چی هست؟ متابولیسم تمام فعالیت ها، چی فعالیت های ترمیمی یا انابولیسم یا چی فعالیت های تخریبی یا کاتابولیسم باشه و در جریان فعالیت های بیولوژیکی یا حجره اتفاق میفته، ما متابولیسم میگیم. رشد چی را میگه؟ افزایش منظم تمام مواد تشکیل دهنده یک مایکروگنزم را میگه. یعنی وقتی ما میگیم باکتری در حالت رشد است، هم دیوارش، هم سایتوپلازمش، هم هستش یا آنمو کروموزوم ها و تمام اجزا و قسمت ها به صورت همزمان بزرگ میشه، ویرا ما رشد میگیم. اینا با خاطر از اینکه یک باکتری رشد بکنه بعد دو چیز عمده ضرورت داره، یکی غذا، اونم مواد کیمیایی که عناصر تشکیل دهنده خود مایکروگرانیسم است، و یکی هم یک منبع انرژی باید باشه تا از این غذا بهره برداری بکنه، یا به خاطر ساخت و ساز خود، یا به خاطر حرکت خود، و یا هم به خاطر فعالیت های متنوع دیگه، به خاطر انجام کار. پس غذا و منبع انرژی، حالا با استفاده از غذا و با استفاده از منبع انرژی اینها را تصنیف میکنیم که با چند نوع است. یک نوع باکتری ها، خب بر اساس تصنیفشان، بر اساس منبع انرژی و بر اساس نوع مواد غذایی کلا به دو بخش تقسیم میشه. کل باکتری ها را یکی فوتوتروف است، یکی هم شیموتروف. فوتوتروف باکتری هایی را میگه که با استفاده از شعاع آفتاب انرژی مورد نیاز خود را تهیه میسازد. چی گونه؟ به دو شکل هستند اینها، یکی فوتو اوتوتروف است، یکی فوتو هتروتروف. فوتو اوتوتروف ها باکتری ها هستند که مواد حجروی ایشان را از مواد ساده معدنی مثلا کربن دای اکساید تهیه میسازد. یعنی این باکتری های فوتوتروف با استفاده از شعاع آفتاب مولکول های کربن دای اکساید را پهلوی هم قرار گذاشته، از او گلوکوز و قندیات را میسازد و مواد انرژی و مواد ساختمانی خود را تهیه میکنند. این باکتری های فوتو اوتوتروف را فوتو لیتوتروف ها هم مینامند. یکی فوتو هتروتروف هستند، اینها هم از شعاع آفتاب یا از منبع نوری به عنوان منبع انرژی استفاده میکنند، اما از کربن دای اکساید یا مرکبات ساده معدنی استفاده کرده نمیتونند. کربن خود را باید از یک مرکب عضوی و یا از ترکیب عضوی که میتونه کربوهیدرات، میتونه پروتئین یا میتونه شحم باشه به دست میاره. یعنی چی؟ در قسمت بالایی فقط کافی شعاع آفتاب باشه و کربن دای اکساید، این باکتری ها میتونه که انرژی مورد نیاز خود را بسازه. دیگه چیز ضرور است، شعاع آفتاب باید باشه، کربن دای اکساید اگر باشه این باکتری ها سنتز کرده نمیتونه مواد خود را. باید یک مرکب ارگانیک عضوی نظیر کربوهیدرات، پروتئین و یا شحم وجود داشته باشه تا این باکتری ها منبع کربن، منبع نیتروژن و انرژی خود را از او بسازه و از آسازی بکنه. فوتو هتروتروف ها را فوتو ارگانوتروف ها هم مینامند. دوم باکتری های شیموتروف است. این باکتری ها هستند که از اکسیدیشن مواد کیمیایی یا از اکسیدیشن مواد غذایی انرژی خود را به دست میاره. اینها به شعاع آفتاب نیاز نداره. البته این هم به دو کاتگوری تقسیم میکنیم، شیمو لیتوتروف و شیمو ارگانوتروف ها. مورد بحث ما شیمو ارگانوتروف هاست، باکتری هایی است که در طبابت پای سمراز انسانی میشه. شیمو لیتوتروف چی هستند؟ این باکتری ها قادر هستند تا از مرکبات ساده
نایتروجن دار، مثلا NH3 H2S هیدروژن و یا تایسلفید، و منبع کربن مورد نیاز خود را از مولکول کربن دای اکساید به دست بیاره. به این معنی که اینها از اثر پارچه کردن NH3، از اثر پارچه کردن H2S H2 تایسلفید ها و کربن دای اکساید میتونه مرکبات مورد نیاز خود را که به خاطر ترکیب ساختمان، به خاطر دهی انرژیش و غیره نیاز میباشه از این ترکیب بکنه. ضرور نیست که مرکبات ارگانیک یا عضوی مثل کربوهیدرات، پروتئین یا شحم وجود داشته باشه. توانایی از این را داره که از مرکبات یا از اکسیدیشن مواد معدنی ساده بسلا هم منبع کربن خود را به دست بیاره و هم انرژی مورد نیاز خود را سنتز بکنه. در مقابل شیم ارگانوتروف ها کدام باکتری هستند؟ اینها هم انرژی خود را از اکسیدیشن مواد غذایی به دست میاره، اما نه مرکبات ساده بسلا معدنی. این باکتری ها از اکسیدیشن ترکیبات عضوی انرژی مورد نیاز خود را تهیه می سازه، و وقتی ما ترکیب عضوی میگیم دیجه NH3 H2 و H2S و تایسلفات ها بسلا به درد نمی خوره. ترکیب عضوی به این معنی که یک امینو اسید، یک گلوکوز و یک اسید شحمی باید وجود داشته باشه تا باکتری ها از اون منابع کربن، نایتروژن و سایر منابع انرژتیک خود را تهیه بسازه و بعد از اون ساخت ساز بکنه. مراحل متابولیزم باکتری های شیم و ارگانوتروف که باکتری های مورد مطالعه ما در طبابت است به 6-7 مرحله تقسیم میشه. مرحله اول هضم است، انجستشن. در مرحله هضم چی مانا؟ یک باکتری که سایزش شما میفهمین که در حدود 2-10 میکرون جسامت داره، واحد ها یا ماکرومولکول هایی که به شکل پروتئین، کربوهیدرات و شحم در خارج حجره باکتریایی باشه، اونها را نمیتونه به شکلی که در خارج وجود داشته باشه داخل حجره باکتریایی بسازه. پس چی کار باید شما؟ اونها باید در خارج از حجره یا در مسافه پریپلازمیک تجزیه شوه، پارچه شوه و با واحدهای اساسیش مثلا کربوهیدرات به گلوکوز یا مونوساکراید، پروتین ها به اسیدهای شحمی، امینو اسیدها و شحمیات به اسیدهای شحمی تجزیه شوه و بعد از او داخل شدنش آسان میشه. پس مرحله اول هضم است، هایدرولیز ماکرومولکول ها را به عهده داره. مرحله دوم جذب است. جذب از طریق غشای سایتوپلازمیک صورت گرفته و ما شما میفهمیم که غشای سایتوپلازمیک سلکتیو پرمیبیلیتی یا قابلیت نفوذی انتخابی داره، یعنی مواد به دو شکل از این عبور میکنه، یکی شکل غیر فعال، یکی شکل فعال. شکل غیر فعال دو رقم است. البته دیجا در شکل غیر فعال نه انرژی مصرف میشه نه سرعت مواد خیلی سریع است. مواد در شکل غیر فعال تا زمانی از خارج به داخل حجره باکتری انتقال میشه که غلظت مواد در هر دو طرف مساوی شوه. سیمپل دیفیوژن چی را میگه؟ عبارت از انتشار یا نفوذ آزاد است. مرکباتی که وزن مولکولی کوچک داشته باشه، بدون چارج باشه، مثلا اکسیژن، نایتروژن، کربن دای اکساید، مستقیما و بدون کدام واسطه از طریق غشای شحمی به داخل حجره باکتری شده میتونه تا زمانی که تفاوت غلظت در هر دو طرف مساوی شوه. در فاسیلیتیت دیفیوژن یا در نفوذ تسهیل شده یا در انتقال تسهیل شده، در اینجا یک واسطی پروتینی به شکل چنل باز میشه، یعنی در سطح غشای سایتوپلازمیک بعضی چنل ها وجود داره که با مصرف انرژی کار نمیکنه، اما بعض اوقات به اساس فرمان مسنجر ها این چنل ها باز شده و عبور یا داخل شدن مواد غذایی را به داخل حجره باکتری اجازه میده. این هم بدون انرژی کار میکنه و انتقال تا زمانی صورت میگیره که غلظت در هر دو طرف مساوی شود، و در صورتی که غلظت مواد در داخل حجره باکتری نظر به محیط بیرونی به صدها مرتبه بالا بره، حجره باکتری مواد مورد نیاز خود را باز دو شکل و شکل فعال داخل می‌سازد. وقتی میگیم شکل فعال، دیجا به خاطر انتقال یک واسطه ضرور است که ما به اصطلاح پروتئین های پمپ یا ATPase یا specific transporter یاد میکنیم. این پروتئین ها با استفاده از انرژی ATP کار میکنه، سرعت انتقال مواد غذایی برخلاف غلظت مواد غذایی و بسیار سریع انتقال میشه و مصرف انرژی بسیار بالاست. اگر فقط یک ماده از بیرون داخل حجره باکتری بسازه، این را سیمپورت میگه. ببخشید، در صورتی که دو ماده، مثلا مثال سدیم را همراه گلوکوز از سطح بیرونی به طرف داخل بکشونه، این را سیمپورت یا انتقال همزمان میگه. یکی یونیپورت است. اگر فقط یک مادر از محیط بیرونی به سمت داخل بکشنه، این نوع انتقال را یونیپورت میگه. یکی کانتر ترانسپورت است. نوع انتقال است که پمپ ها یا ترانسپورتر های مشخص یا معینه که به مصرف انرژی تیپی کار میکنه،
یک ماده را به داخل کشونیده و برعکس یک ماده را از داخل به سمت بیرون میکشونه. این نوع انتقال را به نام کانتر ترانسپورت میگه. این هم تصاویر شیماتیک است. این دیفیوژن یا نفوذ آزاد است. انتقال سرعت انتقال بسیار ضعیف، واسطه برای خطر انتقال ضرور نیست. ما کدام مواد انتقال میشه؟ موادی که وزن مولکولی کوچک و بدون چارج داشته باشه، مثلا اکسیژن، نایتروژن، کربن دای اکساید و غیره. این فاسیلیتیت دیفیوژن است، واسطه به خاطر انتقال وجود داره، ضرور است که از طریق چنل ها یا از طریق پروتین های غیر وصفی به شکل چنل باز میشه و بعد از اون انتقال صورت میگیره. این هم نان اسپسیفیک است، بدون مصرف انرژی کار میکنه و سرعت انتقال مواد بسیار آهسته است. و این هم اکتیو ترانسپورت است که با استفاده از پروتین های مخصوص که به نام ATPase معمولا یاد میشه و با مصرف انرژی ATP کار میکنه. مواد را در جهت خلاف غلظت مواد انتقال داده میتونه، سرعت انتقال بسیار زیاد و مصرف انرژی هم بسیار بالا میباشه. مرحله سومش آمادگی برای اکسیدشن است. ببینید یکی خود اکسیدشن است، یکی آمادگی است. در مرحله آمادگی فرض کنین که در سایتوپلازم حجره باکتری یک امینو اسید، یک گلوکوز و یک اسید شحمی داخل شده. آیا حجره بازم میتونه از این زنجیرها استفاده بکنه؟ نه. طبعا او را باید توسط تبر یا توسط اره از یک نهایتش برش را آغاز بکنه. پس مرحله آمادگی برای اکسیدیشن هم اینی رقم تغییرات را نیاز داره. یعنی چی؟ وقتی که یک مولکول داخل سایتوپلازم حجره باکتریایی میشه، او را آماده برای اکسیدیشن میسازه. چی مانا؟ یا توسط انزایم اکسیدیز، مثلا گلوکوز اکسیدیز انزایم مولکول گلوکوز را به گلوکورونیک اسید تجزیه کرده و بعد از او را به خاطر اکسیدیشن بعدی آماده میسازه. یا او را فسفوریلیشن میکنه او ماده را. مثلا فسفوریلیشن یک گروپ فاسفیت را بالای یک ماده علاوه ساخته و این گروپ فاسفیت مثل یک پانه در یک چوب و یک کنده عمل میکنه. وقتی گروپ فاسفیت بالای یک مولکول داخل شده در سایتوپلازم نصب شد، او را به خاطر تجزیه کردن مساعد میسازد. یا یک گروپ کاربوکسیل از ماده متذکره از یک نهایتش میکنه جدا میسازد که دی کاربوکسیلیشن میگیم. گروپ کاربوکسیل R C double O H فرمولش است. یا از یک امین اسید گروپ RNH3 را جدا ساخته از یک نهایتش و بعد تجزیه کردن یا جدا کردن روابط دیگر در مرحله اکسیدشن سهولت میبخشه. پس این آمادگی برای اکسیدشن شد. حالا خود اکسیدشن است. انال اکسیدیشن و ریدکشن عملیه هایی است که در جریان متابولیسم حیاتی اتفاق میفته. دیاد داشته باشین همیشه وقت اکسیدیشن و ریدکشن در حالت تعادل است. در حالت تعادل چی مانا؟ وقتی که یک ماده اکسیدایز میشه، الکترون و آیون هیدروژن را از دست میده، یک ماده دیگه باید وجود داشته باشه تا او الکترون ها و پروتون هیدروژن را اخذ بکنه. پس اکسیدیشن و ریدکشن در تعادل است. حالا ماده که اکسیدایز میشه، ما شما میفهمیم ماده است که هیدروژن و الکترون را میبازه و ماده که ریدیوس یا ارجا میشه، ماده است که الکترون ها و آیون هیدروژن را میگیره. گرفت داد و ستاد اکسیدیشن و ریدکشن میتونه در حضور اکسیژن و یا در عدم از او انجام شود که این عملیه های اکسیدیشن و ریدکشن در اصطلاحات طبی ما تنفس حجروی یا سلولار ریسپایریشن میگیم. سلولار ریسپایریشن تنفس حجروی میتونه در حضور اکسیژن و یا در غیابش انجام شود. حالا شما این را در تصویر منشان به دقت متوجه شوید. Oxidation of organic molecules results in production of reduced coenzymes such as NADH. These coenzymes transfer hydrogens to the electron transport chain, which is located in the bacterial cell membrane. A hydrogen consists of a proton and an electron. The electron transport chain consists of a series of special electron carrier proteins that shuttle electrons from NADH to a terminal electron acceptor, such as oxygen. Electrons enter the electron transport chain when NADH transfers its protons plus electrons to a membrane-embedded carrier protein. The electrons are sequentially carried along the electron transport chain while the protons are shuttled to the outside of the membrane. Some of the electron carriers, such as coenzyme Q, accept a proton from the inside of the cell membrane as it accepts electrons. The proton is then transported through the membrane as electrons move down the chain. This increases the proton gradient across the membrane and enhances the proton motive force. During aerobic respiration,
the last carrier protein transfers a pair of electrons to oxygen at the end of the electron transport chain, and water is formed. The enzyme ATP synthase utilizes the energy of the proton motive force to synthesize ATP. This enzyme allows protons to pass back into the cell and couples the energy released in this process to the phosphorylation of ADP to form ATP. خب این تصویر انیمیشن است. البته باید براتون یادآوری بکنم که ما در غشای سایتوپلازمیک خواندیم که در غشای سایتوپلازمیک تقلفات پیچیده وجود داره که در تقلفات پیچیده الکترون ترانسپورت چین وجود داره. البته الکترون ترانسپورت چین در باکتری ها است که با استفاده از اکسیژن مولکولی انرژی خود را تهیه می سازه. ببینیم گفتم که در سایتوپلازم وقتی که یک ماده از بیرون داخل شد ماده شکسته میشه. وقتی که ماده شکسته شد تغییراتی که شما مثلا میتونید مشاهده بکنین during glycolysis این ماده وقتی که تجزیه شد از اثر تجزیه شدن از او الکترون ها و آیون هیدروژن آزاد میشه. آیون هیدروژن را گفتم وقتی که آزاد شد یک ماده گیرنده یا ریدیوس باید وجود داشته باشه. نیکوتین ادینین دینوکلوتاید یک کوئنزایم است که هیدروژن و الکترون ها را با هم همزمان میگیره و این الکترون ها و آیون هیدروژن را انتقال میده در سر تا سر خود غشا یا در سر تا سر الکترون ترانسپورت چین. در الکترون ترانسپورت چین شما یک تعداد انزایم هایی را میبینین که این انزایم ها را از این قسمت تا این قسمت به نام انزایم های دی هیدروژنیز یاد میکنن. وظیفه انزایم های دی هیدروژنیز این است که الکترون ها و آیون هیدروژن که از اثر عملی اکسیدیشن آزاد شده بود اینها دست به دست هم میکنه انتقالش میده به یک انزایم آخری به نام اکسیدیز. البته صرفا الکترون ها به اکسیدیز انتقال پیدا میکنن و پروتون های هیدروژن را پمپ میکنه به طرف محیط بیرونی. دو حادثه در اینجا رخ میده. وقتی که پروتون های هیدروژن به محیط بیرون از حجره انتقال پیدا کرد یک تفاوت پتانسیل در داخل و خارج حجره ایجاد میشه. این تفاوت پتانسیل را پروتون موتی فورس میگه. یعنی فشار در محیط بیرونی بالا رفته نظر به محیط داخلی و تفاوت پتانسیل تعداد چارج های مثبت در بیرون زیاد میشه. یک موضوع. موضوع دوم الکترون ها وقتی که توسط انزایم های دی هیدروژنیز دست به دست هم شد با آخرین انزایم به نام اکسیدیز انتقالش پیدا کنه. اکسیدیز چی کار میکنه؟ الکترون های گرفته شده را به اکسیژن مولکولی انتقال داده و از او آب ساخته میشه. و دوم پروتون هایی که به طرف بیرون پرتاب شده بود و پروتون موتی فورس را ایجاد کرده بود توسط ATP سنتز دوباره داخل سایتوپلازم حجره باکتریایی شده و این تفاوت پتانسیل انرژی که تولید میکنه در ترکیب انرژی ATP او را به مصرف میرسانه. خب انال تمام باکتری ها را با گفتیم که اکسیدیشن و ریدکشن یا در حضور اکسیژن صورت میگیره یا در عدم حضورش. وقتی که تنفس یا اکسیدیشن ریدکشن در حضور اکسیژن صورت بگیره این نوع تنفس را تنفس هوازی یا ایروبیک ریسپایریشن میگه. ایروبیک ریسپایریشن مثل که در می انیمیشن قبلی ما شما دیدیم گیرنده نهایی الکترون های و هیدروژن در صورتی که مولکول اکسیژن آزاد باشه این نوع تنفس را تنفس هوازی میگه. الکترون ها و آیون هیدروژن ما شما دیدیم که توسط واسطه اونو واسطه NAD دست به دست هم شد آورده شد در سطح تا سر غشا به انزایم های دی هیدروژنیز و این انزایم های دی هیدروژنیز آیون هیدروژن و الکترون ها را دست به دست هم میکرد و او را انتقال میداد به انزایم اکسیدیز و انزایم آخری. و انزایم اکسیدیز مسئولیتش بود که الکترون های به دست آمده را انتقال بده به اکسیژن مولکولی. وقتی که الکترون ها به اکسیژن مولکولی انتقال پیدا شد از اثر داخل شدن هیدروژن و الکترون ها H2O2 یا هیدروژن پروکساید ساخته میشه. یک ماده مضر است. حجره باکتریایی را میتونه تخریب سازه اما باکتری های هوازی دو تا سلا داره به خاطر شکستنش. یکی کاتالیز یکی پروکسیدیز. هر دوی از این H2O2 را یا هیدروژن پروکساید را به H2O و اکسیژن تبدیل میکنه. فرق کاتالیز و پروکسیدیز است که کاتالیز به H2O و اکسیژن مولکولی تبدیلش میکنه به آب و اکسیژن مولکولی که اکسیژن مولکولیش بخار میشه و پروکسیدیز او را به آب و اکسیژن که دونور یا دهنده الکترون باشه او را مبدل میسازه.
و یا ای که تنف اکسیدیشن ریدکشن در عدم موجودیت اکسیژن صورت میگیره که نوع تنفس را تنفس غیر هوازی. اینال ببینین در صورتی که گیرنده نهایی هیدروژن که ما در انیمیشن دیدیم، هرگاه گیرنده نهایی الکترون ها و هیدروژن مواد معدنی چون نایتریت، سلفیت، کربنیت، فومریت و کربن دی اکساید باشه، اینها بگیره آیون های هیدروژن را، این نوع تنفس را تنفس غیر هوازی میگه. یعنی در تنفس غیر هوازی گیرنده نهایی هیدروژن به عوض اکسیژن مولکول های دیگر نظیر مرکبات معدنی هست. و یا اگر گیرنده نهایی هیدروژن و گیرنده نهایی الکترون ها یک ماده عضوی باشه، ببینین سه تاش مورد یادآوری شد، اگر گیرنده نهایی هیدروژن و الکترون ها مولکول اکسیژن بود تنفس را هوازی می گفتیم، اگر گیرنده نهایی یون های هیدروژن نایتریت، سلفیت، فومریت، کربنیت و سایر مواد معدنی باشه او تنفس را غیر هوازی می گفتیم، و اگر گیرنده نهایی یک ماده ارگانیک یا عضوی باشه این عملیه را به نام فرمنتیشن یا تخمیر یاد میکنم. در نتیجه عملیه فرمنتیشن یا تخمیر چی تشکیل میشه؟ یک اسید ارگانیک یا اسید عضوی، الکل، هیدروژن، کربن دی اکساید و امونیا به دست میآید. پس این به اصطلاح سه تایپ اکسیدیشن و ریدکشن بود که گفتیم، هم در حضور اکسیژن و هم در عدم حضور اکسیژن صورت میگیره. حالا در خلال چون موضوع اکسیژن شد، با استفاده از نیازمندی و عدم نیازمندی باکتری ها با اکسیژن، باکتری ها را به چند کاتگوری تقسیم میکنیم. یک تعداد باکتری ها باکتری های هوازی مطلق یا آبلیگیت ایروبیک باکتری هاست. باکتری ها هستند که به خاطر رشد خود به اکسیژن مولکولی یعنی در حدود 20% نیاز دارند. و ما شما خواندیم که در جایی که اکسیژن فعالیتش زیاد باشه تولید رادیکال های آزاد از قبیل H2O2 زیادتر تولید میشه، اما این باکتری های هوازی دو تا سلا داره که کاتالیز و پراکسیدیز او را میتونه تجزیه بکنه. باکتری هایی که هوازی مطلق از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و بعضی از سوش های مایکروکوکسای هاست. این باکتری ها وقتی که ما ای را کشت میتیم باید در سطح کشت داده شود، چون در سطح غلظت اکسیژن بلند است در حدود 21% است. پس باکتری های هوازی مطلق کدام باکتری ها شد؟ به باکتری های اطلاق میشه که به خاطر نیازمندی، به خاطر رشد و نمای خود به اکسیژن مولکولی، علاوه از اکسیژنی که در آب یا در H2O وجود داره، به اکسیژن مولکولی نیاز داره. سطح بهترین محل به خاطر کشتی باکتری هاست و انزیم های کاتالیز و پراکسیدیز هم می داشته باشه. فاکولتاتیو انایروبیک یا غیر هوازی اختیاری به باکتری هایی گفته میشه که هم در حضور اکسیژن و هم در غیاب از او میتونه رشد بکنه. به طور مثال باکتری های انتروباکتریاسی که در داخل امای انسان ها زیست داره. چی معنی در حضور و عدم حضور؟ یعنی اگر اکسیژن وجود داشته باشه با استفاده از اکسیژن میتونه کربوهیدرات ها و امین اسید ها را اکسیدایز بکنه و محصول نهایی آب و کربن دی اکساید اونها را مبادل بسازه، تا آخر تجزیه میکنه. ولی اگر اکسیژن حضور نداشته باشه این باکتری ها از قندیات فقط میتونه که استفاده بکنه، البته قندیات را هم تا آخر تجزیه کرده نتونسته، این قندیات را به اسیدها تبدیل کرده و این عملیه را به نام تخمیر یا فرمنتیشن میخونه که ما شما در سلاید قبلی به او اشاره کردیم. پس در شرایطی که اکسیژن وجود نداشته باشه یکگانه منبع تولید انرژی و سورس انرژی باکتری ها را کربوهیدرات ها تشکیل میده. غیر هوازی اختیاری با متابولیسم مطلق تخمیری یا فاکولتاتیو انایروبیک ویت ابسولوت فرمنتیشن، این باکتری هایی هستند که باکتری های لکتیک اسید هستند. این باکتری های لکتیک اسید باکتری هایی هستند که اگر اکسیژن باشه یا نباشه یک عملیه را انجام میده. باکتری های لکتیک اسید را باکتری های غیر هوازی اختیاری با متابولیسم مطلق تخمیری میگه. باکتری هایی هست که اگر اکسیژن باشه یا نباشه فقط فرمنتیشن یا تخمیر کربوهیدرات ها را انجام میده، در حالی که در سلاید قبلی یا در شماره B ما خواندیم که باکتری های فاکولتاتیو انایروبیک باکتری هایی است که اگر اکسیژن باشه اکسیدیشن را انجام میده و اگر اکسیژن نباشه فرمنتیشن را. این باکتری ها فقط یک عملیه را انجام میده، او عملیه فرمنتیشن یا تخمیر است که کربوهیدرات ها یا قندیات را به اسید برمیگردانه. این باکتری ها را به نام تحمل کننده اکسیژن هم مینامه. مایکرو ایروفیلیک ها باکتری هایی هستند که به غلظت های پایین اکسیژن به خاطر رشد خود نیاز داره. باکتری های هوازی مطلق را خواندیم که به 21% اکسیژن مولکولی نیاز داره به خاطر رشد خود. اینها باید چقدر نیاز داشته باشه؟ در حدود 1-3%، نهایت 5%. غلظت های بلند اکسیژن اگر به این باکتری ها برسه رشدشان متوقف می سازه، به خاطر اینکه بعضی انزیم هایشان در سیوه های بلند غیر فعال میشن.
اچ پایلوری و استرپتوکوکا و بعض اسم باکتری های دیگر مثال باکتری های مایکرو ایروفیلیک هستند. کپنوفیلیک باکتری های هستند که به خاطر رشد خود به غلظت بلند کاربن دای اکساید در حدود 5 تا 10 فیصد کاربن دای اکساید نیاز دارند. یعنی اینها برعکس سایر باکتری ها به خاطر رشد خود به چی نیاز دارند؟ با مولکول کاربن دای اکساید. مثلا کراینی باکتریم ها، نموکوکسای، بعضی از سویه های استرپتوکوک های، اینها را وقتی ما کشت میتیم در هین کشت در محیط باید کاربن دای اکساید 5 تا 10 فیصد وجود داشته باشد، در غیر زورشان درست صورت نمیگیره. نکته سلاحایی که البته باکتری های هوازی یا آیروبیک و غیر هوازی تحمل کننده اکسیژن، انزایم های سوپراکساید دیسمیوتیز و انزایم های و انزایم های کاتالیز داشت و این دو تا سلا از اثرات تخریبی هیدروژن پروکساید جلوگیری میکرد، از سوپراکساید و H2O2. یک استثناء باکتری های لکتیک اسید بود که باکتری های غیر هوازی اختیاری با متابولیسم متنخ تخمیری بود که اکثرا با اکسیژن به اصطلاح توجه نداشت، چی اکسیژن می بود چی نبود با متابولیسم تخمیری خود ادامه میداد. پس حضور اکسیژن این باکتری ها را صدمه نمیزد، بله میزنه، اما این باکتری ها هم یک سلا دارند. سلای از اینها انزایم های پراکسیدیز است که میتونه H2O2 را تجزیه بسازد. و کاتگوری سیوم غیر هوازی ها یا آبلیگیت آنایروبیک باکتری هاست که اینها نه سوپراکساید دیسمیوتیز داره و نه هم انزایم کاتالیز. این هم تصویر شیماتیک است که تایپ باکتری ها را به اساس نیازمندیشان با اکسیژن نشان میده. غلظت اکسیژن در قسمت سطح بیشتر تر است نظر به عمق. این تیوب اول را ببینین، در این تیوب اول که مواد غذایی کشت شده، مواد غذایی وجود داشته و باکتری ها را در داخل از او کشت داده، شما میبینید که باکتری ها در قسمت سطح رشد کرده، در عمق هیچ باکتری را نمیبینیم. پس این باکتری اکسیژن دوست است، باکتری های هوازی مطلق است که در سطح که غلظت اکسیژن مولکولی بیشتر تر است خوب تر رویده. در تیوب دوم میبینیم که باکتری ها اصلا در سطح رشد نکرده، در عمق که اکسیژن تقریبا صفر است رشدشان بیشتر است. پس این باکتری ها غیر هوازی مطلق است. رسیدن اکسیژن به باکتری ها باعث مرگشان میشه و این سلاح ها به خاطر تجزیه کردن امو هیدروژن پروکساید و سوپروکساید هم نداره. در اینجا میبینیم که باکتری ها هم در سطح رشد کرده و هم در عمق، اما رشدشان در سطح بیشتر تر بوده. این باکتری ها فاکولتاتیو آنایروبیک یا غیر هوازی اختیاری هستند که در حضور اکسیژن و در عدم از او میتونه رشد بکنه، اما در حضور اکسیژن رشدشان خوبتر صورت میگیره. اینا ای باکتری ها هم دارای سلاح های کاتالیز و سوپراکساید دیسمیوتیز هستند و در اینجا میبینیم که باکتری ها به صورت یک نواخت در عمق و در سطح به صورت یک نواخت رشد کرده. این باکتری های فاکولتاتیو آنایروبیک یا غیر هوازی اختیاری با متابولیسم مطلق تخمیری است که باکتری های لکتیک اسید از این نوع است. یعنی چی اکسیژن باشه چی نباشه با متابولیسم با فرمنتیشن یا با تخمیر خود این باکتری ها ادامه می و سلاح های لازم به خاطر تجزیه کردنش نداره به جز از سوپراکساید دیسمیوتیز. مرحله پنجم ذخیره انرژی است. وقتی یک انرژی تولید شد که در تصویر انیمیشن شما او را دیدین، این حرارت تولید شده را باکتری ها تحمل کرده نمیتونه و این را باید در یک جای ذخیره بسازه. مولکول هایی که انرژی در او ذخیره میشه که مولکول ATP است، ADP است و اسیتایل کوی است. این انرژی وقتی که در داخل روابط ADP، ATP و اسیتایل کوی ذخیره شد، در وقت ضرورت میتونه که به اصطلاح در اثر شکسته شدن یکی از روابط اسی انرژی آزاد شوه و از اثر پارچه شدن هر مولکول یا هر رابطه در حدود 2 کیلو کالوری انرژی آزاد میشه. این انرژی میتونه به خاطر ساخت و ساز، به خاطر مسائل تخریبی دیگه و هم به خاطر لوکوموشن یا به خاطر حرکت باکتری ها استفاده شوه. خب گفتیم که انرژی در بین روابط خود فاسفیت دار در بین ATP، ADP و اسیتایل کوی ذخیره شده. اکسیدیشن یا تجزیه شدن ADP و ATP و اسیتایل کوی باعث آزاد شدن انرژی از روابط کیمیایی میشه و هر مولکول فسفات که از ADP یا ATP آزاد میشه در حدود 2 کیلو کالری انرژی را به اصطلاح آزاد میسازه و مصرف فعالیت های انابولیک حجره به اصطلاح میرسه. این بود درس امروزی ما در رابطه با فیزیولوژی اف مایکروارگانیسم ها. اگر سوالی داشتین شما میتونید سوالاتتون به صورت منسجم در گروپ خود گوگل کلاس روم مطرح ساخته و ما از طریق فایل ویدیویی با شما پاسخ را ارائه خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.